یکی از منابعی که از بند نسوان زنان اوین پس از قیام ژینا آزاد شد به زمان گفت که بیشتر زنانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند زنان بی‌ثبات کار بودند. کار در آرایشگاه، کافی شاپ، فروشندگی، دست فروشی، تتوکاری، خیاطی در کارگاه، پرستاری سرخانه کودکان، سالمندان و بیماران از جمله کارهایی است که این زندانیان پیش از بازداشت مشغول به آن بودند. 58% زنان شاغل در ایران در کارهای بی‌ثبات از جمله کار با قرارداد موقت، کار با قرارداد سفید و کارهای بدون قرارداد مشغول به کار هستند. مرکز آمار ایران گزارشی را در سال 1400 در تفکیک اشتغال بخش رسمی و غیر رسمی در سالهای 1398 و 99 منتشر کرد. این گزارش میگوید که از 4,320,000 زن شاغل در ایران تنها 1.6 میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کارند. یعنی 2,739,000 نفر در مشاغل غیر رسمی کار میکنند. در کارهای موقت برای زنان امکان ارتقای شغلی کم است. دستمزد کم و بیشتر زیر حداقل دستمزد قانونی است. امنیت شغلی نیست و این زنان کارگر حقوقی مانند اضافه کاری، حق بیمه و دریافت مقرری بازنشستگی ندارند. زنانی که کار دستمزدی موقت می‌کنند، معمولاً کارگران واحدهای اقتصادی زیر 10 نفر در کارگاه‌های کوچک و یا نیروهای پروژه‌ای و شرکتی هستند که حتی برای کارهای مستمر قراردادهای موقت دریافت کردند. امری که خلاف تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار است، اما مدام در ایران اتفاق می‌افتند. دولت حداکثر مدت قرارداد موقت را برای کارهای غیر مستمر 4 سال اعلام کرده است. اما با این وجود، عدم اجرای آن هنوز برای کارفرماها تبعات ندارد. هستند پرستارانی که در ایران با قراردادهای موقت شرکتی بالای 10 سال است که کار می‌کنند و خود وزارت بهداشت هم حاضر نیست قراردادهای آنها را رسمی کند. کارگران و مزدبگیران زن در کارهای موقت میگویند که کارفرمایان با آنها قرارداد سفید امضا میکنند و از آنها چک و برگه تسویه سفید میگیرند تا بعد در اداره کار مدعی حقوق نشوند. از سال 1375 با فشار کارفرماها و شرکتها ابتدا کارگاه‌های 5 نفره، 10 نفره و سپس مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شدند. بسیاری از زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک با قراردادهای موقت 3 یا 6 ماهه کار می‌کنند. کارفرماها در این کارگاه‌ها گاهی کمتر از حداقل دستمزد قانونی به زنان کارگر پرداخت می‌کنند. اما کار موقت بی‌ثبات تنها شامل کارگران زن خدماتی، آرایشگران، زنان مشغول به کار در کارگاه‌ها و کافی شاپ‌ها نیست. نیمی از نیروهای پرستار در کشور که بیش از 80% آنها زن هستند، مزدبگیران ماهری هستند که با قراردادهای موقتی شرکتی و یا 89 روزه کار می کنند. یک نظرسنجی که در پلتفرم کارزار جاب ویژن در بهمن و اسفند 1401 انجام داده و در آن 74,000 نفر در 79 گروه شغلی و از 454 شهر مختلف ایران شرکت کردند نشان می‌دهد میانگین حقوق پرداختی به زنان مزدبگیر در شهرها 8 میلیون تومان و مردان 10 میلیون تومان است. این یعنی شکاف جنسیتی دستمزدی 20% به معنای اینکه میانگین زنان مزدبگیر در شهرها کمتر از خط فقر مطلق دستمزد دریافت می‌کنند. در جوامع روستایی و در عشایر هم زنان کارگران بیمزد و یا با دستمزدهای کم در کارهای مختلف از جمله کارهای خانوادگی هستند. این زنان کارگر معمولاً در آمارگیری‌ها در گروه خانه‌دار طبقه بندی می‌شوند. وضعیت کار زنان عشایر هم به ندرت در آمارهای رسمی اعلام می شود. کولبری آب، نگهداری از دام، کار تولیدی لبنی، کارگری کشاورزی و مانند آن برای زنان کارگر در روستاها کارهای با دستمزد کم و بدون بیمه و مزایاست. در کل در روستاهای ایران تنها 3,000 نفر زن کار رسمی دارند که آنها هم بیشتر در دهداری‌ها و حوزه‌های اجرایی دهداری‌ها کار می‌کنند. در روستاها شکاف جنسیتی دستمزد برای کارهای زنان بالاست. به گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در پاییز 98 زنان کارگر نشاکار نزدیک به 40% کمتر از کارگران مرد برای این کار مشخص دریافت می‌کنند. کارگران زن در حوزه کشاورزی بیشتر بدون قرارداد و
فصلی و با شکاف جنسیتی دستمزدی بیش از 30% کار می‌کنند.